اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. الله قاسم جبار، باری دیگر پروردگار عاشق رحمان را در بلخ و در مزار بردار کرد. صدها گراز وحشی زیباترین ترانه پرواز را بر بام شهر اعدام کرده. انگار می شنیدند و قصه ظهور ولایت را در هیئت طالبانی می دیدند. در لحظه شکنج، در لحظه شکستن پرواز باری دیگر می بینم این دختران کابل بر بام شهر پرواز می کنند و شهر را به سرود خود پرواز میدن. کابل سقوط کرد، صدها هزار بادبادک بر بام شهر خونین شد و در مزار دستور داد ملای شهر تا صدها کبوتر را بر گنبد طلایی خونین کنند. تا قندهار، تا شهرهای دور آتش زدی به جان و جهانم. در جستجوی گردن زنهاست آقای طالبان. آه مزار شریف، آیا خط عبور مولانا را از بلخ وقتی از برابر چنگیز می گریخت از دور دیده ای؟ ملا برادر و عبدالحمید در جستجوی نوبچگان در بامیان. مسعود کجاست؟ در زیر سرفهای سمرقند صدها جنازه صف زدند تا بر فراز سرو پرواز روحشان را به تماشا بنشینند. علیرضا نوریزاده، سه شنبه 21 دسامبر، 30 آذر ماه، به شما سلام. بار دیگر میرم افغانستان، میرم کابل. ما در این روزها باید به فکر برادران و خواهران افغانمون باشیم. شرایط بسیار تلخ و سختی دارند. متاسفانه جامعه بیغیرت جهانی فراموش کرده که ملتی به نام افغانستان است. امروز دیدم مرحمت فرمودن طالبان، گفتن به بچه یتیم ها پول نقد میدن. چه پول نقدی؟ بچه یتیم ها رو میبرن، به خصوص اگه هزاره و تاجیک باشن، یه رقاصشون کنن، تو گوششون گوشواره کنن، پسرا رو شب براشون برقصن. اینه طالبان. و بسیار متاسفم، دلم میخواست هر روز تو برنامه که میمدم یه خبر خوش از افغانستان میدادم، میگفتم بهتون که تو این 20 ساله که جامعه مدنی درست شد، افغانستان تحولات مثبتی دید، داره روز به روز جلو میره. چقدر دلم میخواست میومدم میگفتم آریانا سعید امروز در استادیوم کابل دوباره آواز خوند. میومدم میگفتم بچه های طلوع یک کنسرت زیبا برگزار کردن، شب شعری بود، فعالان مدنی جامعه زنان افغانستان کار بزرگی انجام داد. سلام میکنم به خانم وحیده امیری،
یکی از بانوان فعالی که در تظاهرات این چند وقته علیه طالبان حضور پررنگی داشته. درود به شما. سلام عرض میکنم آقای نوری، خوشحال هستم که به برنامه شما هستم. تشکر. خب یک گزارش به ما بدید که الان زنان افغانستان چه میکنن؟ الان به ما این خیلی مردم براشون جذابه. بعد از سقوط افغانستان متاسفانه ما زنان افغانستان اولین چیزی را که از دست دادیم هویت انسانی ما بود که همه شغل‌های خود از دست دادن، دروازه‌های مکاتب برایشان بسته شد، دانشجو اگر بودن دروازه‌های دانشگاه برایشان بسته شد، اگر شغل‌های وظایف بودن وظایف خود را از دست دادن. بسیار تاثیرگذار هست، تاثیر خیلی منفی داره سر زنان افغانستان و این یک درد ناامید کننده هست بر همه ما. اما ما از هفته اول که طالب آمده به خاطر ازی که بخوایم امو شغل خود به دست بیاریم، هویت انسانی خود به دست بیاریم، ما به جاده ها ریختیم و صدا بلند کردیم که ما خواستار حق و حقوق انسانی خود شویم. اما متاسفانه تا حال شرایط ما نتانستیم شرایط بدی که قرار داده تغییری به وجود بیاریم. اما ما به صدای مردم افغانستان، به صدای زنان افغانستان باورمند هستیم و کار میکنیم که مردم زنان افغانستان از حق و حقوق خود دفاع بکنن و به جاده ها بریزن، چون یک حکومت استبدادی بالای افغانستان حاکم هست و آرزومند هستیم که این صداها بتانه روز شود که میلیون ها انسان به جاده باشه و بیاین به سرنوشت زندگی خود خودشان تصمیم بگیرن. تشکر. شما کتابدار بودید، یعنی آدمی بودید که با طبقه تحصیل کرده روبرو بودید و یکی از بهترین شغلای دنیا رو داشتید، کتابداری. چه چیزی بهتر از اینکه انسان همنشینش کتاب باشه؟ حالا بانوی کتابدار افغانستان چه میکنه الان؟ این روسا چی کار میکنه؟ متاسفانه ما بعد از سقوط دولت شغل خود از دست دادم و ما به این نتیجه رسیدم که باید اعتراض داشته باشیم در مقابل این حکومت استبدادی و ما با یک خانوما با گروپ ها یک جا شدیم و خواستار ازی شدیم که ما یک راه را پیدا بکنیم که ما بتانیم امو هویت انسانی خود به دست بیاریم. و در این چهار ماه ما اولین اعتراضات که خیلی قوی بود در 4 سپتامبر آغاز کردیم به خاطر دادخواهی خانما، به خاطر از این که ما به طالبا بگوییم که زنان افغانستان در این 20 سال ما خیلی رنج های زیادی را کشیدیم، ما تانستیم که تحصیل بکنیم، به مکتب برویم و یک شغل انسانی خود به دست بیاریم. ما اعتراض میکنیم. ما 4 ماه شد که در مقابل هر واکنش جامعه ما چنین چیزی، یعنی ما نتانستیم که یک شرایط عادی را بر بسر طالبا بقبولانیم، چون نفوذ ما کم هسته، طالب خیلی نیروی قدرت و دولت خیلی نیرویشان زیاد هسته و ما کم هستیم، نفوذ خیلی یک حالت وحشتناک هسته که ما بتانیم همه را تشویق بکنیم بیاریم به جاده، چون واقعا اعتراض در این وقت زمان خیلی دشوار هسته
و این اعتراض کردن به معنای عزی هست که تو به زندگی خود بازی میکنی به یک سرنوشت نامعلومه که نمیفهمی آیا من زنده میمانم یا کشته میشم، واقعا دشوار هست. اما ما که زمانی که از اعتراض یاد میکنیم، اعتراض یک تعهد و قربانی داره، ما باید این را بپذیریم. ما در این 4 ماه خاطر آموزش پرورش دخترها چندین بار اعتراض کردیم، به خاطر خاموشی جهان اعتراض کردیم، شعار دادیم به خاطر آموزش پرورش که لطفاً آموزش پرورش ایدئولوژی و سیاسی نسازید. بله، تصویرشون قطع شد، حالا امیدوارم برگرده. به هر حال داریم با افغانستان صحبت میکنیم و این مشکلات هست. اتاق فرمان آیا برگشت هست؟ در یک زمان جبر زندگی میکنیم. قطع شد. شما ادامه بدید، ما در تاریکی هم میبینیم تو قطع شده میتونیم هست. بفرمایید. این جواب یک ذره تصویر خوب شد؟ بله تصویر اوکی، خوبه، میتونیم ببینیم شما رو. یه سوالی که داشتم این که آیا جامعه افغانستان به طور کلی و زنان به شکل خاص، آیا از این بیتوجهی جهان در حیرت نیستید که آخه چجوری میشه یه ملتی رو شب تا صبح شما بفروشید به یه گروه که اصلا هیچی سرشون نمیشه، نه دانش نه تحصیل، نه دانشگاه، نه کار برای زنان افغانستان؟ آیا شما همدردی در سطح بین‌المللی دارید؟ هم صدایی باهاتون هست؟ آمریکایی که شما رو رها کرد؟ بله بله، خیلی ما خیلی متاثر هستیم از این که جهان این گونه بی‌رحمی را در مقابل افغانستان انجام دادن. ما چندین بار به خاطر ازیم اعتراض داشتیم. در 26 اکتبر ما یک اعتراض داشتیم در مقابل جهان و خاموشی جهان، که چرا جهان خاموش است، و شعار می دادیم که تاریخ از سکوتتان می شرمد. خیلی خیلی درد کننده هستم، بر همه ما درد کننده هستم. خود ما واقعا ما سوال پرسش ما همی هست که چرا جهان خاموش است و چرا این گونه ما را رها کردند به این یک گروه استبدادی، یک گروه تروریست، یک گروهی که به هیچ عنوان نمیخواد به مردم افغانستان خدمت بکنه. فقط هدفشون این است که ما چیگونه بتانیم یک ریشه قومی را همیشه در قدرت باشیم و بخواهیم که حاکم باشیم. برای ما هم خیلی پرسش برانگیز است که چرا امریکا خواست و جهان، سازمان ملل، ما چند 3 بار ما به خود سازمان ملل اعتراض داشتیم، نامه نوشتیم که لطفاً بی توجه نباشین. ما در این 20 سال با خیلی رنج، با خیلی زحمت های شب و روزانه ما تانستیم یک حق کوچک خود به دست بیاریم، او هم با خیلی شرایط دشواره. حالا بعد ما را نگذارین که ما بازم 20 سال پیش خود ما، نسل ما و 20 سال پیش طالب بر بگردیم. یعنی اولی که حکومت اولی که طالب آمد، ما از خودم از نسل اول طالب هستم. سالهای دراز را من از آموزش پرورش، از حق انسانی که حق تحصیل است و دور مانده بودم. بر ما خیلی درد کننده هست و تمام مردم افغانستان. واقعا ما در یک حالت رنجاوری قرار داریم. واقعا شما بیاین بر یک دقیقه ما عکس بکنین که زن اجازه نداره مکتب بره. یعنی واقعا درد کننده هست. واقعا بیاین ایدیشه های ای را بیاین آدم ببینه، مشکافی بکنه که 20 سال طالب خواست که در ایران مبارزه بکنه و ایران قربانی بده و ریشیش هم که بحث سیاسی را برابه اندازه این پاکستان هسته. چون پاکستان یک فرمول داره، میگه که اگر میخوایی کشوری را به ذلت بکشانی، خانمای او کشور را بی سواد بساز. آیا عملا هم اعلان میکنن که جهان باید به سنت های آموزش پرورش افغانستان توجه بکنه؟
آیا مردم افغانستان، آیا ما خود ما زنده هستیم که ما از کشور خود دفاع بکنیم؟ و ما حق عزیز داریم، مردم افغانستان هنوز زنده هستند. پاکستان بیاید به سرنوشت خود زنان پاکستان بیاید تصمیم بگیره که چیگونه عرف و عنانات دارن. نباید اینقدر مداخلات سریع را انجام بدن. واقعا جای شرم است به پاکستان. خانم امیدی، این دشمنی پاکستان با افغانستان، این فقط سر پشتونستانه، سر چیه که پاکستان هیچ وقت نخواسته افغانستان سر پا باشه؟ حتی وقتی خانم بی‌نظیر بوتو نخست وزیره که خودش یه بانوی تحصیل کرده است، همیشه براشون افغانستان مثل خار بوده تو چشمشون، هیچ وقت نخواستن افغانستان رشد کنه، جلو بره، چه در دوران ظاهرشاه، چه در دوران دکتر نجیب، در دوران مجاهدین، همیشه این عامل اسلامی رو آوردن وسط، در حالی که تو جامعه خودشون زنا هم نخست وزیر میشن، ولی تو افغانستان زن نباید به قول شما درس بخونه. چرا اینقدر با شما دشمنه؟ آقای نوری، ببینین، پاکستان فلک هم میشه که نام پاکستان برش داده شد که یک کشور مستقل شناخته شد. حالا پاکستان هدفش ای است، خط دیورند است، هدف مشخصشان خط دیورند هست و از لحاظ سیاسی پاکستان خواستار این است که افغانستان یک کشور مستقل باشه. بخواهی مداخلات میداشته باشه که ما، یعنی خودت از افغانستان میدارن به این معنی که حالا ببین طالبه که اینقدر تقویت میکنن، میخواین که خود افغانستان مستقل نباشه، یعنی ما هم شریک باشیم در افغانستان. هدف مشخصشان می هسته، چون اگر روز افغانستان به استقلالیت خود برسه، افغانستان حاکمیت داشته باشه، عملا در خط دیورند شریک هسته. عملاً در خط دیورن شریک است و پاکستان نمیخواد خط دیورن به هیچ عنوان از سر گرفته شود و یا کسی بیایه بر از اینا تاریخ پس دوباره بیایه بر از اینا یادآور شود و از خط دیورن کاملاً شریک هستند. به این لحاظ نمانه که افغانستان به اثبات استقلالیت خود برسند. بانوی عزیز، شما میدونید که دکتر نجیب الله رو کشتن به خاطر اینکه وقتی بیرونش آوردن از توی سفارت حاضر نشد امضا کنه که همین خط رو به پاکستان 99 ساله واگذار کنه. و همیشه این مسئله در تاریخ شما بوده که این دشمنی ها ریشه در اونجا. من امیدوارم نسل جوان، به خصوص زنان افغانستان، لیاقت خود رو نشون دادن. من در عرصه بین‌المللی دارم نگاه میکنم، شما شخصیت های برجسته ای داشتید، من همیشه باشون آشنا بودم، صحبت میکردیم با خانواده آناهیت که واقعا چه خدمت هایی به فرهنگ افغانستان کردن، بعد و بودن زنان برجسته ای که حتی به استانداری بامیان رسیدن و اینا به نظر من نشون دهنده اینه که زن افغان، زن افغانستانی هیچی کمتر از زن دنیا نداره و میتونه در عرصه بین‌المللی در سطح زنان بزرگ دنیا فعالیت بکنه و آرزو میکنم شما، حالا دلم میخواد پیامی که شما برای دنیا دارید، به هر حال این برنامه های ما رو میبینن، بهش توجه میکنن، میلیون ها فارسی زبان نگاه میکنن، اونایی هم که فارسی بلد نیستن ترجمه میکنن و میبینن توی آمریکا، توی بریتانیا، جاهای فرانسه، جاهای مختلف. پیامی که شما برای اینو دارید چیه؟ بله، پیام از پیامی که میتونیم به جهان داشته باشیم که ما خواهش میکنیم از جهان که به افغانستان و مردم 22 میلیون افغانستان، مردم افغانستانی که وجود داره، حالا که این همه مردم مهاجر شدن، آواره شدن و وضع اقتصادی هم خیلی به اوج خود رسیده، مردم افغانستان داره از گرسنگی میمیرن، اما باز هم ما این حکومت
طالبانی را خواستار نیستیم و از جهان می خواهیم که طالب به رسمیت نشناسند. حکومت طالبان یک حکومت افرادگرایی است، استبداد است، حکومت مردمی نیست. نامدن اینا که خدمت واقعی را به مردم افغانستان انجام بدهند و پیام ما ای است که حالا که خود جهان باعث شد که این گروه بیاید، این پرسش هست برای همه ما، اما اگر این گروه فرض کنیم که این گروه اگر به رسمیت شناخته شود، قوانین از اینا وضع شود، شرایط خیلی دشوار به خصوص به قشر زنان افغانستان به وجود می آید. و حالا که ما 4 ماه شد که صدا بلند کردیم که زنان افغانستان حق انسانی ما تحصیل است، حق انسانی ما آموزش و پرورش است، اما طالبان با مو ایدئولوژی 20 سال قبل خودان هستند. آمدن مکاتب پسرها آغاز شد اما مکاتب دخترها آغاز نشد. دلیلش چی بود؟ ما در افغانستان الحمدلله همه ما مسلمان هستیم و مکاتب دخترانه از پسرها جدا بود، لباس ما اسلامی بود، یعنی هیچ مشکلی وجود نداشت که طالبان مکاتب دخترانه را باز نکنند. پس پیام اصلی ما ای هست که به این گروه هیچ وقت اجازه رسمیت داده نشه و ما شاید ما روزای ما بخیر به این اعتراضات خود ادامه میدیم و ما خواستار از این میشیم که بیاییم نو نظام خود ما تعیین بکنیم و حکومت مردمی باشه. تشکر. بسیار ازتون ممنونم از اینکه در برنامه من شرکت داشتید. امیدوارم در فرصت‌های دیگه بازم بتونم باهاتون صحبت کنم و این بار خبرهای بهتری برای ما داشته باشید. بسیار ممنونم از بانو وحیده امیری، کتابدار و یک بانوی فرهیخته مبارز که حاضر نیست ذلت طالبان رو بپذیره. درود به ملت افغانستان و به خصوص به بانوان دلاور افغانستان. همه به شما افتخار میکنیم. سلامت باشید. تشکر میکنم. ممنونم ازت. خب شنیدیم و دیدیم خواهر افغانستانی ما دردهاشو گفت و عجیبه، من گاهی اوقات میشنوم فقط نمیدونم داد بزنم که این ایالات متحده آمریکا آخه چه جوری میشه این خیانت رو به یه ملت بکنه؟ فکر کنید این بانو صبح میرفته سر کارش کتابداری میکرده، کتاب ها رو میچیده، کتاب ها رو به برادران و خواهرانش میداد، به دانشجوها همه میرفتن میخوندن. بعد فردا صبح بهش میگن دیگه نیا. چرا نیام؟ برای اینکه زن نباید کار کنه، زن باید بره تو خونه بشینه و بچه داری بکنه و برای ما کار بکنه و تو مطبخ آشپزخونه باشه، جز اساس آشپزخونه و اتاقها به ما. این برداشتیست که این حضرات دارن. واقعا لعنت به اونهایی که تو کاخ سفید تصمیم گرفتن ملتی رو در لبه نابودی قرار بدن. درود به این زنان دلاور که میان و مبارزه میکنن و ترس ندارن. جوانان افغانستان، مردان افغانستان، چرا به یاری خواهراتون نمیان؟ اما کاری رو دارید میکنید که مردان ایرانی کردن بعد از انقلاب، آن شاد بودن که متعه و غیره رواج پیدا میکنه. افسوس میکنه. اما بذارید یه چیزی بهتون نشون بدم. عجیب دنیا، من کاری به خدا و پیغمبر ندارم، کاری به طبیعت دارم، طبیعت جهان، طبیعت زندگی. 3 آدم رفتن دکتر بختیار، زنده یاد دکتر بختیار، و سروش کتیبه رو سینه شکافتند و سر بریدند و دست قطع کردند. اینکه ساعتشو بدزدن، رولکس
و ساعت نصیب آقای آزادی شد به دستش. فریدون بویراحمدی هم خائن همیشگی تاریخ فرار کرد، اونم رفت. و خیلی برای من جالب بود که این قاتلان دکتر بختیار چه سرنوشتی خواهند داد. علی وکیلی راد که تو زندان بود، محمد آزادی که فرار کرد، این محمد آزادی الان. دوستان عکسشو گرفتن، منزلش هم پیدا کردن که در تهران پارس فکر میکنه. و ما حالا جزئیاتشو به دست میاریم براتون میگیم، البته ممکنه جاشو عوض بکنه. یه کامیون بهش داده بودن، از اون آدمخواران بود، یعنی آدمخور رو مثل اکبر خوشگوش استاد بود که شکم جر بده و پوست بکنه، قلب دراره، از این کارا. و خلاصه حالا خانوادهش من نمیدونم چجوری با این جانور آدم کش زندگی میکنه. فرزندش وقتی میاد جلوش یه لحظه فکر کنه پدرش سر دکتر بختیار رو بریده و شرم برای نظام باد، شرم برای نظام باد که آدم های رو میفرسته. خیلی بر من جالبه، تأمل میکنم توی این آدم های رو میفرسته، قاتلان رو میفرسته برن یه شخصیت برجسته ملی رو بکشن و اینا پا میشن میان. و بعد یکیشون که معلوم انقدر اینا نادان بودن و بی سواد، اون طرز رفتنشون توی سوئیس و باز برگشتن رو رفتن، وکیلی راد به دام میفته. تو دادگاه گرفتار یک قاضی با شرف میشه، قاضی که تهدیدا رو قبول نمیکنه، فشار حتی دولت رو قبول نمیکنه، محکومش میکنه به حبس ابد. در بعد 17-18 سال تو زندان میمونه. روزی که برمیگرده آقای قشقاوی معاون وزارت خارجه به دیدنش میره و گل به گردنش میندازه. من نمیدونم علی جان این تصویر رو داره، اون لحظه که این وارد فرودگاه امامشون شد و آقای قشقاوی اومد گل به گردنش انداخت و این جانور آدمکش مثلا رفت جلو مادری سرش رو گرفت بغلش، سروش کتیبه مادر نداد. حالا دکتر بختیار مادرش درگذشته بود ولی همسر و فرزندان که داشت. ولی آقای وکیلی راد آدمکش بعد از 17 سال زندان، دستمزدش چی بود؟ یه خونه بهش دادن، یه ماشین و یه حقوق مقرری. آزادی بیشتر برد، اون برای که تونست از مهلکه در بره. اومد یه بار دیگه تصویرش رو نشون بدید، مردم ایران خوب این تصویر رو ببینید، اگر در خیابان دیدینش حداقل یه توف نثارش بکنی. خانوادش نمیدونم تا چه حد شرافت انسانی دارن یا پول سربریدنهای آقای محمد آزادی اونها رو مبتلا کرده و آلوده شد. امیدوارم نشده باشه شرافت انسانی درشون باشه. باور کنید این تصویر رو دیدم تکون خوردم. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم به بقیه مطالب برسیم. خب چقدر زیبا بود جوانان اصفهانی، درود بر شما. تو زاینده رود خشکم اون بانوی که آواز خواند و بر پای آهنگ دلم میخواد به اصفهان برگردم معین، چه آهنگ قشنگ بود و الانم که برای شب یلدا. رئیس العلماء آیت الله المرتجعین علم الهدا در مشهد برگزاری شب یلدا رو ممنوع کرد، گفته هیچ کدوم از این سالن ها اینا جشنی نمیتونن بگیرن چون نزدیک برگزاری فاطمیه است. چند تا فاطمیه؟ بابا حضرت زهرا در یه روز درگذشته، شما 3 تا فاطمیه دارید. آخه فاطمیه اول، چون روایت ممکنه درست نبوده، خب یه روز رو فیکس کنید بگید فاطمیه. کشور رو کردید کشور عزا، هر مناسبتی ما داریم یه چیزی جلوش در میارن دیگه. این روز درگذشت امامزاده غیبیه،
نمیشه دیگه، جشن صده نمیشه برگزار کرد. امامزاده عین و قین در این روز به شهادت رسیدن، همش کلک و قبازی بیشرمی. من به شما توصیه میکنم به هر قیمتی هست این کتاب سرکوب دگراندیشان رو در ایران بخونید. دگراندیشان مذهبی سهراب نیکو صفت نوشته، این جلد نخستش از صفویه و انقلاب اسلامی. به خدا من شرم کردم چیزهایی که اینجا دیدم. آقا کارهایی که با بابی ها کردن، با بهایی ها، آدم میتونه تصور کنه 8 مجتهد بزرگ، روحانی بزرگ شهر، چون اینا به باب علاقه من میشن، اندیشه آزادی و این حرفاش رو دنبال میکنن، اینا رو میگیرن میارن تو میدون شهر. ناصرالدین شاه زیر فشار آخوندا، پدرش باز مقاومت میگرد، محمد شاه حتی صدر اعظمش مقاومت میکرد جلوی آخوندا، چون اینا با آخوندا بد بودن. آخوندا از زمان فتلی شاه به بعد سوار کار شده بودن. حاج میرزا آقاسی چون خودش هم درویش بود زد آخوند، ولی جالب امیر کبیر میاد اینا رو میکشه در دوران ولیعهدی ناصرالدین شاه. من باور کنید وقتی میخوندم که این هفتن رو که همم از علمای بزرگ بودن، میگه اووردن یکی بعد از دیگری دشخیمان، با خنجر گلوی آنها را میبرند یا با شمشیر سر آنها را جدا میکنند. اجساد کشته شدگان را 3 روز در سبز میدان به تماشا میگذارند. همین سبز میدانی که شما میزید خرید میکنید، 3 روز. و بعد میگوید که اجساد فلان و مرد و زن چون میگذشتند خاک و خاشاق میریختند و دشنام میگفتند و شناعت و وقاحت میکردند. ولی البته میگه خیلی از مردم متاثر میشدن، گریه میکردن. اینا چیزهایی که آخوندها برای مفت. ادوارد براون نوشته که درباره شهدای سبعه تهران، میگه این مردان نمایندگان مهمترین اقشار جامعه ایران و مورد توجه و احترام مردم بودند. آنها مرگ را بدون ترس و با اشتیاق پذیرفتند. ناصرالدین شاه میارشون میگه آقا تقیه کنید و پشیمونی بگید، ترسید برید هر جا که میخواید. نمیکنن، پای عقیدهشون میستن، اعتقاد داشتن. حالا من نمیگم عقیدهشون درست غلطی چرا واسدن، نه، ولی میخوام بگم ما چه رفتاری با اینا داشتیم. آقا این انسانیت نیست که یه عده‌ای رو که توشون عالمان بزرگ و معروف تشیع هم هستن، قرة العین، عموش میاد به کشتن میدتش، همسر سابقش، این زن آزاده و بزرگ. تعجب میکنه این حکومتی که الان بر ایران هست بازمانده هموناست، بازمانده هم آقا نجفیه، بازمانده ملا باقر مجلسیه، اینا همه بازمانده همون. اونا هم تا اونجایی که قدرت دستشون بره همین کار میکنن. درست از زمان صفوی اواخرش به بعد شاه عباس نمیزد تو سر آخون میزد، میبرد شراب بهش میداد، ولی بعدن این آخری ها زمان شاه سلیمان و بعد اومد به شاه سلطان حسین، آخوندا سوار شد. هر کدوم هم مثل آقا نجفی و شفتی و غیره 40-50 تا اوباش داشت. هر کی رو می‌خواستن مالش رو بگیرن، زنش رو بگیرن، دخترش رو بگیرن، یک شایعه می‌کردن، اینا رو می‌فرستن سراغش. از زمان بابم به بعد که بابی و بعدم بهایی، صبح ازلی، اینا رو می‌انداختن به کشتار مردم. و چقدر وحشتناک با مردم رفتار کردن، چقدر وحشتناک آدم‌ها رو به کشتن دادن. من واقعاً می‌لرزه پشتم وقتی می‌بینم ما در تاریخ چه کردیم و بعد آخوندا چه بلایی سر جامعه ما آوردن. اجازه بدید بریم آقای توفه آرادان، آقای احمدی نژاد صحبتهایی کردن خطاب به آقای خامنه ای که حضرت عالی سلطان شدی، گوش بدیم به حرفاش. الملکو یبقام الکفر ولا یبقام الکفر. اگه مردم در صحنه نباشن، مردم ضعیف باشن، مهمه که چه مدل حکومتی داریم، چه فرقی میکنه چه مدل حکومتی داشته باشه. هرگاه مردم مقتدر و قوی و تو صحنه باشن، هویت برجسته باشه، پرچم عزت بالا باشه،
بازم فرقی نمی کنه چه مدل حکومتی داشته باشه، مهم اوناست، به اسم نیست، به محتواست. اگر این اتفاق افتاد سرزمین محفوظه، عزت محفوظه، منافع محفوظه، کسی نمیتونه تجاوز کنه، کسی نمیتونه تجزیه بکنه، پیشرفت و رفاه خواهد بود. اگر ظلم شد دیگه بقای کشور در خطر است، به اسم نیست، به محتواست. شاه بیکفایت قاجار بعد از اینکه قرارداد ترکمانچای رو بست و داد رفت، اعلام جشن شوکگذاری کرد. مردم سوال کردن این چه جای شوکگذاری داره، گریه داریم ما میکنیم، ملت داره خون گریه میکند به خاطر جدا شدن بخشی از تنش. گفت بله، اینا تهران و قزوین هم میخواستن، ما ندادیم. شبیه این عبارت رو من بعد از برجام شنیدم که اینا تا اینجا رو میخواستن، ما اینقدر. شاهان قاجار مملکت و ملک تلق خودشون میدونستن، نه مال مردم. جز حفظ خودشون و حکومت خودشون مأموریتی برای کشور و مردم در خودشون احساس نمی کردن. فیلم کردن اینا شاه شدن خودشون رو حکومتشون حفظ کنن. آقای احمدی نژاد خیلی حرفای خوبیه، منم باش موافقم، ولی آقای احمدی نژاد زمانی که خودت حکومت می کردی این عبارت الملک و یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم صدق پیدا نمی کرد. خامنه همون خامنه ای بود، امنیت خانه همون بود، سپاه همون سپاه بود، دزدا همون دزدا بود. حرف صادقانه تر رو از مجید انصاری بشنوی. مجید انصاری تمام دوران با رفسنجانی بود و بعد با خاتمی و بعدم مجمع تشریح مسند نظام، دیگه صداشو بریدن. همه دوران مجلس بود، اتفاقا تو کمیسیون اقتصادی هم بود، یاد گرفته بود اقتصاد. حالا ببینیم مجید انصاری چه میگه. اگر قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران رو به پای قدرت نظامی اتحاد جماهیر شوروی سابق که دومین یا اولین قدرت هسته ای جهان بود برسونن، اگر با بزرگترین زرادخانه جنگی جهان رو در اختیار داشته باشن، مردم پشتیبان انقلاب نباشن، پشتیبان نظام نباشن، این قدرت ها یک روز مثل برف آب میشه. که ما اینکه تا جماهیر شوروی بدون شلیکی یک گلوله از هم بتلاشی شد، امروز هم محال است اگه فکر میکنم میشه نظام رو حفظ کرد بدون حضور مردم و پشتیبانی مردم، اشتباهه. و اگه فکر میکنم مردم ایران مردمی هستند که با دستور میتونن بگن شما اینا رو انتخاب کنید، بگن چشم ما حتما میایم پای صندوق، اون آقا رو انتخاب نکنید بگن چشم ما حتما میایم، اینجوری نیست. آژیر خطر به صدا در آمد در سال 98 بعد از آژیرهای مکرری که قبلا به صدا در آورده بود. بله خیلی روشن. حالا هی برید موشک بسازید، موشک ساختیم که میره بالا دست چپ میپیچه، نتیجه چی؟ مردم از اینکه شما رو اسرائیل بزنه شادمان میشن، به هم تبریک میگن. ببینید به چه روزی شما افتادی. و حرفای که احمدی نژاد میزنه، آخ خامنه‌ای واقعا به غیرت بر نمیخوره؟ یه لحظه فکر میکنی که خب خدایا این حرفایی که داری میزنه خیلی بده. بر میداری شما یه در قربانی رو اعدام میکنی، شرم نمیکنی پیش خودت؟ یه خانواده رو نابود میکنی. حرفاشون رو داریم، اگه فرصت کردیم پخش میکنم براتون. واقعا یه خانواده رو نابود میکنی. آقای قالیباف میان تو مجلس میگن که بله ما 50 سال از دهه 50 اقتصادمون سردرگم اشتباهه. نه خیر آقای قالیباف، اشتباه بزرگ ملت، نه خیانت همه ماها، این بود که نگذاشتیم اون برنامه های شاه، برنامه های 5 ساله ادامه پیدا کنه. زنده یاد دکتر فرابخش یه روز تو برنامه که باش داشتم شرح داد که اگر 2 تا برنامه 5 ساله دیگم سر موقع انجام گرفته بود ما کجا بود. شماها اومدید دار و دسته دزدا و آخوندا نابود کردید مملکتو. نگو از دهه 50، ما دهه 50 و 40 خیلی برنامه مدونی داشتیم،
تو سال 56 به خاطر این فتنه‌ای که خمینی بلند کرد مملکت دچار آشفتگی شد. خب نمیشد جنس رو از کشتی پیاده کرد، اعتصاب بود، نفت اعتصاب بود، همه جای اعتصاب، خیلی معلوم مملکت متوقف شده بود. ولی اون شاهی که به ملتش فکر میکرد، اون دولت مردانی که واقعا به سرزمینشون فکر میکردن، برنامه های دور و درازی برای ایران داشتن. شما چه که آقای قالیباف چطور جرأت میکنی بیای بگی از سال 50، نه از سال 57، از 22 بهمن 1357 سلطه سید روح الله کشمیری بر مملکت ایران به این دوچار شد. من گاهی اوقات میبینم در بعضی نوشته ها به خصوص این اصلاح طلب و اینا آوانس هایی میدن به حسن خمینی و علی خمینی، بله علی آقا رفته نجف مجتهد شده، شرح بر جواهر نوشته. خب بنویسه اگه رفته بود فیزیک خونده بود به داد مملکت میرسید، اگه رفته بود حقوق خونده بود، طب خونده بود، حالا این رفته نشه ضرب زیدون امرن به چه درد میخوره یه روزه خون دیگه تحویل داده بشه به چه درد میخوره جد بزرگش که روزه خون کبیر بود چه غلطی کرد، 10 سال اومد مملکت رو نابود کرد رفت، جانشینش هم 33 سال اومده نابود داره میکنه، اینم میره، آقا مشتبه هم نمیاد، بمیری ولایت رو نبینی. مردم شعارشون رو دادن، مردم یادشون نمیره، نه غزه نه لبنان یادشون نرفت، رهبر ما قاتل ولایتش باطله یادشون نرفت. این مردم هم. یه روحانی داشت اهل سنت در استان گلستان که مولانا گرگیج اسمش بود، یه مردی که از روزگار جوانی شد اما آزاده ای بود. خب در اونجا اهل سنت فقط محدود به ترکمن ها نیست، هزاران بلوچی که برای کار اومدن اونجا مستقر شدن، ازدواج کردن، زندگی دارن اونجا هست. و این امام جمعه خیلی هواشون رو داشت، هوای این کارگرای پنبه و غیره رو. بریم با هم نگاه کنیم ببینیم چرا برکنارش کرد شورای ائمه جمعه و چرا سید علی آقا سهه گذاشت. نگاه کنیم. جنگل خاری آیت الله نور مفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان رو که به خاطر دارین، همون جنگل خاری هایی که عامل اصلی سیل سال 98 گلستان بودا. مولانا گرگیج امام جمعه اهل سنت آزاد شهر استان گلستان، ایشون جزو اولین چهره هایی بود که به نقش نماینده ولی فقیه و فرزنداش در نابودی روزانه 123 هکتار از جنگل های گلستان اعتراض کرد. بعد از اون یاشار سلطانی اسناد ممانعت آیت الله نور مفیدی از اجرای طرح تنفس جنگل رو رسانه کرد. کینه نماینده ولی فقیه از مولانا گرگیج از سال 98 شروع شده بود. نورمفیدی و رسانه‌های سپاه بارها برای پرونده‌سازی علیه محمد حسین گرگیج دورخیز کردند که بالاخره در آذر 1400 سخنرانی مولانا گرگیج رو دستاویز قرار دادند و بعد از یک هفته پمپاژ خبری توسط رسانه‌های حکومتی، سپاه و نیروهای ضد شورش منزل مولانا گرگیج رو محاصره کردند تا نماینده ولی فقیه بتونه با خیال راحت در بین اعتراضات مردمی حکم عزل امام جمعه اهل سنت آزاد شهر رو صادر کنه. هشتگ حرقه تبهکار. این آقا نور مفیدی مثلا روحانی اصلاح طلب بوده، طرفدار آقای خاتمی بوده، ولی بخور بخور و به چاپ چاپ جنگلای استان گلستان رو نابود کرد. استان گلستان، استان محمد صفریان عزیزم، اون جنگل نهارخوران، اون جاهایی که استان گلستان و اینا دزدیدن، درختان رو بریدن، روی آب برای روسا فرستادن، برای ترکمنستان فرستادن. و این آقای مولوی گرگیج اعتراض کرد، برکنارش کرد. این میشه مملکت ما دیگه، حالا اسمشو هر چی میخوایم بذاریم بگذاریم. یه وقتی بود ما اعتباری داشتیم، جایگاهی داشتیم، اوایل دهه 50 موقع که این قالیباف داره میگه بله بعد شاه مملکت اولین ارتباطات ساتلایتی برقرار شده بود. نگاه کنید، فقط بهش نگاه کنید، داره با سران دو کشور صحبت میکنه، با ماهواره آلمان و فرانسه و ایران دارن با هم صحبت میکنه،
حالا فکر کنی، فقط اینو فکر کنی، امروز کسی که بشینه پای ماهواره به عنوان نماینده ملت ایران و رئیس دولت ایران صحبت کنه، کیه، چجوریه، با زبون مرغی یا زرگری بخواد صحبت کنه؟ نگاه کنید، به زبون فارسی هم حرف میزنه. شاه به فرانسه و انگلیسی مسلط بود، ولی به فارسی حرف میزنه به خاطر ملیتش. نگاه کنید. کردستان، حضرت والتر شل. در این فرصت مطبوع مایلم از راه این ماهواره همراه با سلام‌های دوستانه شخص خودم به شما، حامل بهترین درودهای ملت ایران به ملت‌های دوست فرانسه و آلمان باشم. ارتباط ماهواره امروز در واقع تأیید تازه‌ای بر یک واقعیت تاریخی، یعنی بر رابطه دوستی و همکاری دیرینه سه ملت ماست که تکنولوژی پیشرفته عصر حاضر فصل تازه‌ای را در آن گشوده است. گفتگوی سه جانبه امروز ما بیش از هر چیز مظهر بارزی از این حقیقت است که در دنیایی که فاصله های جغرافیایی یک گذشته مفهوم سنتی خود را از دست داده اند، جدایی های گوناگون دیگر نیز که غالباً یادگارهای نامطلوب گذشته هستند باید از میان بروند و منطق و در این حال مصالح واقعی جامعه بشری ایجاب می کند که همراه با نزدیکی روز افزار. فقط یه نگاهی بکنید، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، نابود گردد عربستان، نابود. داستان رو براتون بگم. اینا یه شخصی رو فرستادن به یمن به نام حسن ایرلو، گفتم دیروز براتون، اسم لامبارکی هم داشت. قاچاقی اینو فرستادن از طریق عمان بره اونجا. یکی از دستیاران قاسم سلیمانی که همراهش میرفت لبنان و سوریه و عراق، گفتن تو برو یمن، چون یه مدت با حوثی‌های یمن آموزششون میداد. و به هر حال سردار حسن ایرلو رفت یمن. از روزی که پای این به یمن رسید، یمن روز خوش که نداشت، روز کمی خوش هم نداشت، یعنی تمام روزگار سیاه شد. این آقا مسئول بود که به یمن موشک و هواپیمای پهباد برسونه که اینا بلندشن برن رو نجران سعودی، فرودگاه و خونه و تأسیسات رو بزنن. مثل که مثلا سعودی هم چلاق هم بلند میشن، اونم میمدن پایگاه دیلمی رو که مال جمهوری اسلامی بود میزدن، داغون میکردن، ادهی هم کشته میشن. این آقا دچار بیماری کرونا شد. جمهوری ولایت فقیه دید در یمن که اونم تو خوب بکنه، فشار خانواده، فشار قاآنی، سپاه قدس، یا آقا اینو بیاریمش بیرون. خب چجوری بیاریم بیرون؟ رفتم با سعودی ها صحبت کرد. سعودی ها گفتن ما ایرادی ندیم تو مریض بره بیرون، اما نه اینکه شما یه تیاره بفرستید، 200 تا موشک بفرستید که آدم در حال مرگ رو ببرید، نه. ما خودمون میریم بغداد، در بغداد یه تیاره رو میبینیم که شیله پیله ای تو کارش نباشه، پاشه بیاد اینو برداره بره بغداد، از اونجا هم شما تیاره بفرستیم ببرنش ایران. وقتی اومد به بغداد، اینقدر فسفس کردن ساعت ها خانوادش اینو بدونن. اینا برای فرستادن یه هواپیما به بغداد اینقدر فسفس کردن که این بدبخت رو به ملک الموت شد که پاسخ جنایاتی رو که در حق ملت یمن کرده بده. و دیروز خاموش، سخنگوی وزارت خارجه. از ایشان با عنوان شهید یاد میکنیم، چون بعضی از دولت‌ها تعلل کردن و باعثشان ایشون بمیره. مگه شما معتقد نیستید که گر عمر به سر رسد، چه بغداد و چه بلق، پیمانه چو پر شود، چه شیری نوشد؟ مگه شما اعتقاد ندارید که لحظه اجل فرا رسید؟ بله، به من میگن وقتم تموم شد. ایران سر بلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشته باد. علیرضا میرزاده تا فردا.
همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.